مجاهد پیوند ها با چین بزرگترین دستاورد برای ما خواهد بود عضو کنگره امریکا شاید برای مبارزه با تروریسم به افغانستان برگردیم عامل اصلی مرگ حکومت طالبان معلوم شد به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید سخنگوی طالبان با بیان این که کشورهای جهان باید گامهای موثر در راستای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان بردارند تاکید کرده است که داشتن روابط طالبان با چین بزرگترین دستاورد برای این گروه خواهد بود به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج زبیولا مجاهد سخنگوی مرکزی دولت موقت گروه طالبان امروز در نشست با حضور سفیر چین در کابل گفت که افغانستان در شرایط فیلی نیاز دارد تا به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گام های و موثرتر را بردارند. مجاهد افزود که این گروه خواستار روابط نگ و حسنه با تمام کشورها از جمله چین هستند و این روابط باید بر اساس احترام متقابل باشد مجاهد همچنین چین را از مهمترین کشورهای منطقه برای افغانستان عنوان کرد و گفت که داشتن روابط طالبان با چین بزرگترین دستاورد برای طالبان خواهد بود سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد که این گروه در موضوعات داخلی کشورهای منطقه و جهان مداخله نخواهد کرد و به این کشورها نیز اجازه نمیدهد تا در امورات داخلی افغانستان مداخله کنند یادآوری میکنیم که هیچ کشور کنون طالبان را که زمام قدرت را در افغانستان به دست گرفتند به رسمیت نشناخته است و میلیاردها دلار سرمایه افغانستان در حال حاضر در بیرون از این کشور بسته شده است و کشورهای جهان میگویند که این گروه باید یک حکومت فراگیر از هم اقوام افغانستان تشکیل بدهند که در حال حاضر در کابینه گروه طالبان از اقوام دیگر یک درصد هم حضور ندارند. عضو کنگره امریکا شاید برای مبارزه با تروریسم به افغانستان برگردیم مایک والتز عضو کنگره امریکا میگوید فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و القاعده در افغانستان همچنان در حال افزایش است و ایالات متحده شاید برای مبارزه با تروریسم به با افغانستان بازگردد خبرگزاری افق او روز پنجشنبه هم, هم قبض در رشته تیویت در عین حال گفته است که ممکن است سربازان امریکایی برای مقابله با داعش و القاعده به افغانستان برگردد والدز نوشته است ما 19 سال اطلاعات حیاتی اطلاعاتی و عملیاتی از نیروهای خود در افغانستان داریم مهم است که داده ها به درستی جمع شده و برای سربازان آینده که ممکن است مجبور شوند برای مقابله با داعش و القاعده به عقب برگردند قابل جستجو باشد او علاوه کرده است که اکنون امریکا اطلاعات بسیار کمتر از افغانستان دارد والتز اضافه کرده است از آن جایی که تهدیدهای داعش القاعده و دیگران همچنان در حال افزایش است ما باید برنامه های زر تروریزم مشخص برای پاسخگویی داشته باشیم این مقام امریکایی همچنین گفته است که طالبان افغانستان متشکل از قاتلان اوباشان و های اند که با القاعده همسو هستند او پیشنهاد کرده است تا زمانی که طالبان در افغانستان در قدرت هستند کمک های امریکا به کابل سفر باشد. عامل اصلی مرگ حکومت طالبان معلوم شد. امرلا ساله فروپاشی اقتصادی از عوامل مرگ طالبان خواهد بود. امرلا ساله معاون نخست افغانی رئیس جمهور فراری افغانستان میگوید که فروپاشی اقتصادی و پیروی کرکرانا از منافع نظامی پاکستان از عوامل مرگ و سقوط طالبان خواهد بود. با گزارش سپورنیک آقای ساله صفحه تیتر خود امروز یک شنبه 21 قوس نگاشته است که پیروی کرکرانا از منافع نظامیان پاکستان و فروپاشی اقتصادی از جمله عوامل اصلی است که در نهایت منجر به مرگ و سقوط طالبان خواهد شد. وی همچنین عدم اعتماد ملت و بیگانگی با آن سقوط دموکراسی و سرکوب گناگونی افغانستان را از عوامل دیگر برای سقوط طالبان دانسته است آقای سالی علاوه کرده است که توطعه استخبارات پاکستان برای حمایت از ترور و مواد مخدر در افغانستان دوام نخواهد آورد این گفته ها در حال از سوی سال سالی مطرح میگردد که امروز ارزش پول افغانی به پایین ترین جایگاه خود تا 20 سال گذشته رسید و گفته می شود که هر یک دلار تا بیش از 109 افغانی نیز خرید و فروش گردید. مرور بر یکی از تحلیل و گزارش خبرهای گذشته از زبان نخست وزیر روزی رسان خداوند است نویسندهش حامد احمدی ملا حسن آخان رئیس الوزرای طالبان در نخستین بیانیه خود از زمان بعد از گرفتن قدرت گفت که امارت اسلامی حقوق زنان را تامین کرده و آنان حق تحصیل و کار دارند او در این بیانیه بحران اقتصادی افغانستان را میراث حکومت اشرف غنی خوان خبرگزاری و فوق رئیس دولت طالبان همچنین با اشاره به انتقادها از ترکیب دولت امارت اسلامی مبنی بر همشمول نبودن این دولت گفت که یا حکومت گذشته همشمول بود یا حکومت کنونی او گفت که مشکلات بیکاری، قحطی و افزایش قیمتها در کشور پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان وجود داشت او پذیرفت که مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما گفت که رزق مردم را دولت طالبان وعده نکرده است رزق از خداوند است و خداوند بندگانش را امتحان میکند. نخستین سخنرانی رهبر کنونی افغانستان که بیش از سه ماه از قدرتگیری طالبان صورت گرفت انتظارات فراوان را به وجود آورده بود مردم افغانستان انتظار داشتند که رئیس الوزراء امارت اسلامی با یک پیام محکم و تعهدات واقع بینانه و عملی در فصل فاجعه و بحران امیدها را دوباره احیا کند و خوشبینی های در حال نابودی نسبت به آینده را همچنان زنده نگه دارد با این حال اگر چیه بخشی از سخنان ملا حسن آخان در زمینه حقوق زنان تحصیل دختران و موارد مشابه امیدهای اندک را برانگیخت اما در زمینه های دیگر از جمله بحران اقتصادی فاجعه انسانی و فقر و برنامه طالبان برای مواجهه با این وضعیت نامید کننده بود رهبر دولت طالبان برخلاف هم انتظارها به جای آن که مسئولیت این وضعیت را بر عهده بگیرد و از برنامه های خود برای تغییر شرایط مردم افغانستان توضیح دهد تلاش کرد تا مشکلات را به دولت فاسد شفغنی نسبت دهد ده و بدتر از آن این که ادعا کرد که طالبان برای تغییر وضعیت اقتصادی و تامین نیازهای مالی مردم افغانستان هیچ وعده ای نداده است و روزی مردم اصای خداوند تامین می شود و وضعیت فاجعه بار کنونی یک آزمون لایی است که مردم باید صبور باشند و آن را پشت سر بگذرانند. این اما چیز نیست که از جانب یک مقام مسئول و رهبر یک حکومت مدعی اسلام باید مدرمه شد. انتظار می رفت که ملاحسن اوخان که در رأس حکومت طالبان قرار دارد بجای جای انداختن بار اصلی مسئولیت و تقصیر در قبال وضعیت فاجعه بار کنونی بردوش دولت پیشین از رابردها و برنامه های کوتامدت و بلند مدت دولت خود در مواجهه با فاجعه بار که اکنون توان برای تغییر وضعیت تلاش میکنند و بر بنیاد استراتیجی ها و اهداف برنامه ریزی های سیستماتیک و کارشناسی شده این وضعیت در یک بازه زمانی مشخص تغییر خواهد کرد و هرگز آن گونه که در رسانه ها مدره می شود و سازمان های امدادی بین ملدی نیز در بارای آن هشدار می فاجعه انسانی در نتیجه سقوط افغانستان به دست طالبان رخ نخواهد داد و مردم از این پس در رفا و راحتی و آسایش و آرامش زندگی خواهند کرد تشکر که تا ایندم با ما بودید شبتان خوش